رفتنی استقامت داشت بابا بردنش حاجی بردن با برانکار شوخی شوخی نبود من میگفتم فرستاده بیمارستان همه توی کامنت ها گفتن که چرا به فایت زکی محسن ریاکشن نمیدی که زده حریفشو فرستاده به بیمارستان امروز روز موعوده و قرار زکی رو داشته باشی زکی ولی نه اون زکی که خیلیاتون فکر میکنی آره. اسکراپر منظورم نیست آره. که یه سری هم توی کامنت ها اومدن گفتن یانگی شبیه زکیه نمیدونم حالا کدوم قیافم ریشت رو بزنه شاید یه ذره ریش نهیدم تا رو بذاره زکی آره. نه ریش گذاشته زکی یادم نمیاد من نهیدم برای بکس حالا این یه زکیه دیگه هست یه زکیه جدیده که خیلی درخشان آره توی یکی درخشیده سازمان کلمه رو داشتی درخشان درخشیده آره توی یکی سازمان های امریکایی به نام شادگان یا شوگان فکر کنم اومده و توی وضع خودش یه حریف آمریکایی رو مثلا اینکه قارش میش کرده من هرچی رفتم راجع به سازمان تحقیق کردم که ویدیوی با کوالیتی کامل پیدا کنم آره نبود ولی با دردسرهای فراوان تونستم از فیسبوک و بالاخره فایتشو در بیارم وارد سازمان‌های معتبری میشه الان شروع کاره آره شروع کاره و بریم با هم دیگه این فایتو ببینیم ببینیم چی به چیه ممنون میشم قبلش برای حمایت ما لایک و کامنت و ساب فراموش نشه یو فکرم زکی محسن همین آره همینه که شورتش قرمزه و اون کس زنهایی که میان داخل راند رو میارن حجاب دارن حجابن چرا آره عجیبه این سازمان مسلمونیه فکر کنم نه سازمانش خیلی کوچیکه بچه اونقدر گنده نیست چرا با حجاب کامله حتی یه تاره میشونه معلوم نیست ببین اینجا آره. ورده چیزاشون رو میتونید پاس بزنید بچه ببینید دقیقاً حریفش هم کنن یه مسابقه داشتن یه دونه تاچ گلاوز میکنن شروع شد قد حریف هم خیلی بلنده حریف قدش جوری بلنده که اگه لو کیک بزنه انگار های کیک میزنه ژاپن چند تا ژاپن اومد یه ژاپن دیگه اوه اوه شت جیزس کرایس از جیزس کرایس بر بعد یا قمر بدی باشه وایسا اینجا ژاپن سوسکی زد اینجوری اوهندو دیدی حاجی اوهندو کوبون تو من احساس میکنم این یه هوک بود داداش ببین این یه هوک خیلی سنگینه پرت کرد اینجوری کرد ببین من یه لحظه نزدیک شد حاجی داور گفت تمامش کرد خشن. حاجی بیهوش شد ببین صورتش این ور نشود اصلا ببین آره بهش میخواد که اوور باشه بعد سریع هم رفت گرفتش یکی دوباره دیگه هم زدش. زد دوباره زدش حاجی دومی ببین اولیه بیهوشش کرد کنه از مسیر خارجش کرد ببین به نظر من اشتباه است وقتی طرف رو زدی رو زمین ناکاوت شده دیگه چرا میزنی دیگه این داستان ریسکیه خیلی سر همین داستان اومدن مهرمون بازی در بیارن یورو پاشده ادامه داده این کار رو دیوارم محکم کاری میکنم اون دیگه وظیفه داوره که بیاد متوقف آره. نه اصلا ناکاوت شد این که افتاد رو زمین ناکاوت شد نه تا کجا میدونی رفت که ضربه میخوره نمیشه میخوره پا میشه داور بعد سری بشه تا بگه اینجا دیدین یه بار دیگه نگاه کنید یارو طرف بیهوش شد ببین ضربه اولی که زد افتاد رفت گرفتش یه دونه دیگه هم برای محکم کاری زد و شانس هم گفت داور اومد وگرنه رفیقمون زکی اصلا حاجی چرا بلند نمیشه اصلا چقدر طول کشید یه دقیقه کار حریف یه دقیقه کمتر بابا کار رو در رو گفتن بجی توازه داره دست رو داشته تنفس آمبولانسه چیه این ورزش هم این بخش خشن خودش هم داره آره بخش دارک خودش هم داره کلا ورزش این ورزش 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 دارکیه آره. من تو هم که صحنه یا توی مبارزه بین فایت و افغانستان ندیدم اصلا بزنه طرف دیگه چیز نشه حتی یه دونه هم خالد خان بود که فایتر هندوستانی رو خیلی تو سیادش خورتون کرد ولی اون مثلا زخم زیلی شد اون خیلی بدتر زد نه اون بدتر شروع که از زد شروع که اینجوری ولی یارو پا شد اون حریف یارو پا شد اومدن برنده رو اعلام کنن اونو گفتنی استقامت داشت بابا بردن حاجی بردن با برانکار شوخی شوخی نبود من میگفتم فرستاده بیمارستان آره دیگه حاجی واقعا من دلم سوپ بال حریفه به خدا وای خودش هم یه جوری انگار ناراحته من بودم ناراحت میشدم به خدا من آره من اگه بودم تا یک ماه برای بس یا ناراحت یا داره احساس قدرت میکنه مثلا بردشو تبریک میگیم پرچم افغانستان هم ورده بالا و دیگه فایتینگ داستان هم داره دیگه آره. برنده این داستان این فایت شد با یه ناکاوت خیلی آره. سنگین برد و تبریک میگه به همه کسایی که دوستش داره همه فایت بازا آره کسایی که نمیشناسنش رفیقمون
راشد سروری تو کانال AFC فایت کلاب یه مسابقه با آقای زکی گذاشته، میتونید برید اونجا با حتماشو ببینید. و یکی از بدترین، یا شاید بگم بدترین ناکوتی بود که من خودم دیدم. من الان خودم الان تو حالت عذاب وجدان، اگه من بودم اون زهر رو میزدم خودم تو یک متر عذاب وجدان بودم. و نظرتونو به چه خیلی از فایترها هستن، حتی با مایک تایسون چقدر گریه میکرد، محمد علی اینا همه یارو کشت. نه یارو نکش، ها رفت کما، یکی یه گوشش کنده 10 سال رفت تو کما فکر کنم یارو، یکیش گوشش کنده بود تو بچو مایک تایسون خیلی عجیبه غریبه. هر چی داری فکر، هر چی در مورد این آدم فکر کنی عجیبه. یه مدت دیگه هم مبارزه داره دیگه با جیک پال، اونو که یارو ترسید کنسل شد. کنسل نشده، میگن تو فیس آف زده مایک تایسون چلو پرش کرده تو بیمارستان. تو فیس آف خبیب یه دونه اینترویو داشت با مایک تایسون، خب یعنی توی اینترویو مقابل هم دیگه قرار گرفتن. بعد تا مایک تایسون دید کلی ازش تعریف کرد، گفت وا تو خیلی قهرمانی، من آرزوم بود یه روزی با تو با رونالدو با اینو صحبت کنم، عاشقتم، تو واقعا الگوی ورزشکارایی، دوستت دارم اینجور داستان. بعد مایک تایسون چی گفته باشه خوبه، یه دست یه مرسی هم نگفت، کاش اینا رو زنم هم بهم میگفت. نه این کلا همینجوری یه جدی میشه، یعنی جدی و شوخی با هم میکس میکنه. آره میرینه به خودش تو اون ثانیه نمیفهمی جدی هم نشوخی. ببین فکر کن این همه از تعریف کنم تو بگی کاش اینا رو زنم هم بهم بگه، یعنی تو زنم یه جورایی. نه اونجوری یعنی میگه آره یه جورایی اونم میشه. آره دیگه داری، یعنی تو داری دلبری میکنی برای من اینو. آره برای بکس حتما بنویسید اگه ناکوت خیلی بدی دیگه از مبارزات آزاد افغانستان تا حالا اتفاق افتاده اون ندیدین، بنویسید که به اونم ریاکت بریم و بریم که تا ویدیو بعد برگردیم بریم این فایت سهیل حسن‌زاده هم ببینیم. آخرین فایتش بوده که فکر کنم بعد این فایت قرارداد یو اف سی امضا کرده و به زودی قرار سهیل حسن‌زاده داشته باشه. دوستتون داریم بچه‌ها، تا ویدیو بعدی بدرود.